حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. من رفتم پول نقد دادم، باری 5 تومن گرفتم خریدم که کسی رو دستم بلند نشه. پارسلم بار رجب درویش رو خریدم، حالا نمیسم یه برگ شنج تا کن بخورم. بگو چا همه غذایه بود. خب احمد آقا، این چایی رو تو سفارش دادی من اینا. درسته، اما اگه از مشکلی و قهوه چی بپرسی بهت میگه که همیشه من تو این استکان چایی میخورم. تو نمیری نمیدونستم علی آقا. بارو چی؟ بارو میدونستی مال مرسوس رو خریدی؟ نگفتی؟ اونو میدونستم. خب داشت مرزا نوکرتم، این اسکان چایی رو احمد آقا سفارش داده، اما من همیشه تو چایی میخوردم. حالا باز چی کارش بکنم؟ بخورم یا بذارم جلو احمد آقا؟ بار مال احمد آقا. خوب عدالت کرد.
اما احمد آقا بار با داشت مرزا تقسیم میکنه نصف به نصف آخه مرتضا میخواد قیمت پارسال بده یعنی لنگه پنج تومن ارزون تا تو هم که صاحب باری لنگه پنج تومن ضرر میکنی تو دیگه نبری باری رو که به یکی دیگه قولش دادی به دومی بفروشی بذار مرده که با هم حرف میزنه حرفشون قانون باشه ناچره تمام مرتضا بار واد نصف میکنه ایش خصمرم قبول مبارکه قرمش تمام ماشرین، چه شرین؟ توش کردی؟ یا علی، خب ما دیگه باز بریم، سر افراز باشین رو قربون شما، بزرگ خیلی خوشبخت خواهی قانون باشین خدا علی آقا جون بزر اصلا ما ماشرین برای سلامتی علی آقا سلامات بلند خواهد اولا کلان خدا تو این دور و برا فقط یه مرد پیدا میشه اونم علی آقا به کارت درست میره مرد سلام داشتی سلام علیک کوچیک‌تر باشه. ببینم مگه قرار نبود زودتر بیایی که بریم به کارمون برسیم. اون نوکرتیم داشتنه. انقدر ما تشر نزن. من دایی بفرمایید داشلی. ببخشین که یه خورده دیر شد. خدا ببخشه حسن آقا. اگه لازم باشه ما زنده باشی. ما تا تو رو داریم غم نداریم. با خدا باش. یا ها. خب گوشه این نظری حاضر کردی داشتنه یا نه؟ من دایی تماره. کو کجاست؟ کجایی داری نگاه میکنی؟ مگه من کتولم که بذارم اون پایی؟ اونه هاش بالای افتاله ببخشی شاخشم شا خدا ببخشی نرگس شیر را جست خوش با خار داده بیدونش رو قرونت برم دهی بینم گوشتای قبو خونرم حاضر کردی داشتنه آره با فرستدم بردم بر راییشو بریم بریم که خدا تو رو فقط واسه کار خیر آفریده قرونه یکلت برم اینم بمشن نظری قرون دستت باقر آقا پولشو بده بریم داشتنه چقدر بهش بدم خوبه؟ زیاد لفتش نده جمع کن بریم دیگه بار کن یه شیشه شیر بدین آقا بله خوبی بریم یا نه؟ بریم با ما معطل تو هم معطل من آره. خیلی خب بفرمین خداحافظ به سلامت خداحافظ سلام سلام آقده سنو حال والده تو چی بدم؟ الحمدلله خدا بهتر علی آقا خیلی ممنون کمک های شما جونشو نجات داد هر وقت چششو وا میکنه ها به شما دعا میکنه ای بابا ما چه کاری کردیم آب جی مشیت الهی بود ببینم اگه این تاروخ های چرب و چیلیتون تموم شده بگو چی میخوای بی زحمت سیر مغزرون آمیز من باقر ای حالا اگه ما دراز بودیم همه گوشت گردن میخواستم ای خدا چی بگم اما حالا که ما کوتوله شدیم همه گوشت روم میخوان که ما دستمون بهش نرسه تازگی ها همه حساب کتاب ها قرد از آب در میاد بفرما چقدر شد بفرما دست خانم قابلی نداره بفرما خودم با خانم بالا حساب میکنم دست شما درد نکنه خدا از آفتاب بلندترت کنه خیر پیش به والده سلام برسون چشم علی حالیت شد از پریروز که اون دختره رو تو دکونه مشتستن دیدی یه بر حواست مزغون میزنه یه برش هم میگه آی خانم کجا میری مثلا دیروز 80 کیلو گوشت گوسفند و با 100 کیلو گوشت مرغ جمع زده بودی در آورده بودی 27 دست دل و قلبه خب عاشقی که دیگه قیافه گرفتن نداره دایی جو دایی خودتونه بره الهی این قدرت عشق و بنازم که به یک تیر نگاه جان شیرین به ستانت دو بیگانه به هم بفشانند بی سفاد ده
گفته؟ مگه لیموی شیرازه که باید بفشانن؟ اونو میگن بفشارم. باشه که باشه، پس کار به جام فشاندنم رسیده. بیتره من برم و الان میترسم یه جاتو بگیرم زور بدم جون دره گیر ننم بیافتم. نه اوز جریم خودت بگو اینم جایی بود تو به ما دادی، عزتت شکر مردم هم جایی دارن، ما هم جایی داریم. ببینم خیلی دلت بخواد، یادت رفته وقتی بچه بودی و انقدر بودی در دفعه جلو آبجومو گرفتم و نذاشتم با کفتی ملاقه حالتو جا بیاره؟ اصلا دست من نمک نداره، بذارم زیر ساتور رو قلمش کنم خیالم راحت تر میشه. نه حس این دست کپولمه، برم ببینم چه حساب کتابی واسم بالا آورده. ده ایکه فلکش مانرش مریضه باشم، برایش هیچی نذاشته. حالا خواستم که پیشت برایش حالا که خلاصه ها خوشه داشته باشم، تو ساعتشو برای کنم جایی دوره نمیده. آره باشم سامان کارتا سامان جارتا شاکره جفتت سامان بلی آقا سامان داشتی خدا پای دارت کنم. سلام برسو به داتره. نه 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 چه یاد داره سامان بچی الان حاضر میشه. اوه قرمون دست پنجولت برم الهی خدا نکنه چرت هم به قرآن. زنده شدم. وا سلامت کو قربون قد و بالات بشم. فدات شم ننه الهی، سلامم رو قورت دادم درسته قلومه تم. سلام دین و دنیای من. خیلی خوب سلام به رو ماهت، برو کنار تا دستامو بشم. بزن دستمالتو بشم. نه خودم میشورم مگه بشم. برو کنار به ترشو میشم. آخ ننه ننه خوش اون روزا که تو دست صورت منو میشستی و لیف میزدی. چه دورانی بود، بی خیال از هفت دولت و ملت، آزاد آزاد. نه غمی، نه فکری، نه خیالی. آره والا نه عشقی، نه حواس پرتی، نه حساب کتاب غلط گلوتی. دنبر نیا. چی رو دنبر نیا؟ مگه میشه مرد حسابی؟ این دفعه دیگه حساب یه هفته کشتارگاه رو جمع زدی در آوردی یه جاب چش ابرو. والا تو نمیری آبچی ایناش نگاش کن سیار. میدونی ننه ما از پس همه این ناکسای روزگار بر اومدیم، خط اسممون رو خشت هر محله جا گذاشتیم، اما حریف این یه وجب دعاشتو نشدیم که نشدیم. خیلی خب بس دیگه پاشو بیا تو، میخوام باهات اختلاف کنم. که منم میخوام برم سر نماز و الا حالیت میکنم. باره با داشت ننه بازم به من گفت داشت ننه. من داییتم. علی خبر بری حاجی خانم دیشب من؟ آره ننه خدا بیامرزدش، من که نمیشناختم و نایده بودمش، اما شنفته بودم زن با خدایی بوده. خب جاش تو بهشته، اوز کریم یه اتاق نقلی تو بهش بسش جور کرده. ای مادر کاش که یکی دو سال دیگه زنده میبود. ای بابا نمیدونم چرا ما بنده های خدا اینقدر سر رفتن و نرفتن با چونه میزنیم. این راهی که باز رفت، چه بخوای چه نخوای، چه فکرشو بکنی چه نکنی، چه چشاتو وا کنی چه ببندی، چه گریه کنی چه بخندی، راه رفتنی رو باز رفت دیگه. بله راه رفتنی رو باز رفت، اما حاجی خانم بیچاره یه نوهی دم بخت داره. قبل از مرگش همش دستمو فشار میداد و میگفت فاطمه خانم جون تو و جون پروانه، یه جوون راست و ریس واسش پیدا کن و شوهرش بده، نظر دست من از قبل دراز باشه. خدا رحمتش کنه ننه. خوب گفتی نوش بوده. بله مادر خیلی هم قشنگه. خدا همه از سیرون خاک رو رحمت کنه، علل خصوص نزدیکون. آمین. دختره بدبخت پدر و مادرش و بچه که بوده از دست داده، پیرزن بیچاره همین یه نبر داشت که مثل گل ازش مواظبت میکرد. خب حالا کجاست؟ همینجا. اینجاست؟ آره. پس میخواستی کجا باشه؟ تو مسجد؟ تو مسجد که نه. آخه مادر تو این خونه دوتا مرد عذب داری، اون وقت دختر دم وقت مردم آوردی تو این خونه که چیه زاجون؟ خوبه دوتا مرد عذب، اون که برادر خودمه و خواجه حرمسراست، این وصفه هم بهش نمیچسته، به کسی هم کاری نداره. تو هم که الحمدلله مردم بالای سرت قصد میخورن. اما دیگه نداره. میخواستی چی کار کنم؟ بزنم زیر قولی که به پیرزن بدبخت دادم؟ خب هرچی باشه من مادر تو هم، مردم ازم انتظار دارن. میخوای چی کار کنم؟ چشامو ببندم و گوشامو بگیرم و از کنارشون رد بشم؟
چرا گریه میکنی؟ ما چه غلطی نکردیم نوکرتم. حالا بیا اون درست دیگه چی میخواستی بگی؟ مادر من بخصه دیگه علومتم، چاکر تو و تمام مهموناتم، نوکر تو و تمام فک و فامیلتم. بس کن دیگه با ما چه غلطی نکردیم، گریه نکن. خب ببینم حالا ما باز چی به این بگیم؟ آبجی. آبجی؟ خب به این آبجی بگو خوش اومده، خونه خودشه، ما چه بلد نیستیم همین چیزایی که به هم دیگه میگن دیگه. بذار صداش کنم، خود دینا رو بهش بگی خیلی بهتره. خیلی خوب، هر جور صلاح تو باشه. خدایا شکرت ما هر کاری میکنیم واسه خاطر ننمونه که دلش نشکنه. ما که چش و گوش بسته قلوم حلقه به گوش رو تیموز کریم، خودت هوای ما رو داشته باش. بریم تو مادر. بیا تو مادر. سلام. سلام کرد علی آقا. سلام علیکم. چایی تازه دم و سفره ای دارادر. اینجا خونه خواهتونه، ما هم مثل کس و کاراتونی، خواهش مندم رو دروسی نکنی. این به بعدن نوشتون نوشتون این خونه رو مال خواهت بدون، همه شو دروست متعلق به خواهی تو. متشکرم. ببینم کی بود راجب شاخ شمشاری مثل من داستان سرایی میکرد ایشان؟ یالا یالا بفرمایی زاماله گمشیره. ایشون نوه حاجی خانم مرحوم ها، چند روزی مهمونه ننه ما، قدمشون رو تخ و چشای ماست، ایشون هم داشت ننه ما. داییتم بابا. خیلی خوب. خب ننه جون، من خب دیگه مراقب کارا باش. باشه. من که نمیدونم چی بگم، نظری به این آبجی ما بعد بگذره داشت ننه با. بیارید راحت بشید. پول مول لازم نداری نه؟ ای اگه بدی که بعدا من خدمت هست. دست دست داشته با. یا نه. خدا حافظ. خوش اومدی بگیم. بگیر عقد داشت. تو هم بگو داشت ننه ما رو راحت کن. سلام علیکم چطوره؟ به لطف کرمت بد نیستم علی آقا. ایشالله خودم همین روزا یه گریزون حسابی واسه راه میندازم. در افراز باشی. چه مرد نازنینی. سلام علیکم داشت علی. سلام علیکم محسن. نوکر گرد. بیسه یه. نوکر گرد آبادی. ایشالله آب بری که روغن جمع کنی بگو. خدا عوضت بدی. خدا عوضت بدی. چرا؟ سلام دیر و ایمون بسرم. الهی فدات شم، خاک پاتا مرد. چه عجب شد که یاد ما کرد. هر جو باشم زیر سویتم کبلی. بریم بسرم، بریم اون پشت از باد در امان باشیم.
آره تا دیدمش گریه بنده دلم وا شد و دلم گرپی افتاد پایین. تا اون وقت دلم اینجوری نشده بود. دو سه روز سخت تو فکرش بودم تا اینکه دیدم ننم دست گل آب داده و هشتش دوره تو خونه. بعدم به من میگه بهش بگو آبجی. آخه کبره چرا کدوم داشتی وقتی آبجیشو میبینه دلش تو سینش بالانس میزنه و جفت چارکش بازی میکنه. لا 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 خلاصه چه درد سرت بدم پاک دست بالمون با هم گره خورده بود. این درد اینو کوفتن خودشی شده بود بیخ گلو ما رو گرفته بود. از شما چه پنهون راه هواکس رو بند آورده بود. اما حالا که اومدم زیارتت به خود آقا خم یک راحت شدم جون شما. پسرم ناراحت نباش. یادم میاد پدر بزرگت با یه دختر شمرونی اومده بود پیش من. اونم حال تو رو داشت. بالاخره کارا جور شد و خودم برای هم عقدشون کردم. پدر مادرت هم من واسه هم عقدشون کردم. خدا ارحم الراحمینه. توی همین شهر توی همین خونه ای که تو توش زندگی میکنی کی میدونه شاید این کارم واسه تو هم بکنم. تازه اگه تو با اون عروسی کنی ثوابم داره. یه مردی مثل تو کم گیره یه دختر میاد. اما فقط یه کاری میمونه پسرم. زنی که مردشو نخواد زندگی رو براش جهنم میکنه. باید از اون دختر ببون. تو نمیتونی بفهمی که دیدن تو مثل هوا، مثل آب، مثل نفس کشیدن برام لازمه. ببین پروانه، من نه قصد فریب دادن تو رو دارم، نمیخوام خدایی نکرده. منظورم میفهمی؟ آره میفهم. خیلی ازت متشکرم. ببین بیا وضعمون رو زودتر روشن کنیم. یعنی حرفی ندارم. همین امروز با پدر مادرم صحبت میکنم و حتما موافقت میکنم. اینو مطمئنم، بهت قول میدم همه چی درست میشه. اما منم یه فامیلی تازه دارم که خیلی دوستشون دارم. اونام باید تو رو ببینن و قبولت کنن. باشه. خب امشب توی تریا میبینم تو. نتیجه صحبت هم با پدر مادرم بهت میگم. باشه؟ باشه. اما من باید زود برم خونه. خیلی خوب. یعنی ساعت 8 باید خونه باشم. قهوت سرد شد، بخور. مرسی، میخور. چه رسمی حرف میزنی؟ بخور دیگه خانم. تو ناراحتی نه؟ فکر نمی کنم پدر مادرم مخالفت بکنم. من فکر نمی کنم مخالفت نکنم. بدبین نباش، تو اونا رو نمیشناسی. پدرم که اصلا تو این عوالم نیست. چشمش به دهن مادرم. حالا میبینیش مثل بوت میشینه و نگاه میکنه. فقط بلده سیبیلاشو تاب بده. خیلی خودتو بخور. ولی تو هم زیاد خوشبین نباش. وقتی پدر مادرت بفهمن من هیچ کسی تو این دنیا ندارم، وقتی متوجه بشن که من پیش یه خانواده غریبه زندگی میکنم، وقتی ببینن من دختری هستم که آه در وسط ندارم. بس دیگه. وقتی به من اعتماد نداری؟ ای کاش نداشتم. ای کاش عاشقت نبودم. پشیمونی؟ دست فردار نمیری؟ چرا؟ بری.
فرد شد میده دیگه. باید بریم خونه ما. که واسه یاد آورید کنم تو دختر خیلی خوبی هستی، من دلم نمیخواد مردم واسه حرف در بیارم، تو اینجا مثل خود مایی، میدونی ما رسممونی دخترمون شب دیر بیاد خونه، دختر مثل چراغ خونه است، آفتاب که میره باید خونه رو روشتر خودت میگم، من میخوام مردم نتونم پوستر ما حرف بزنن و بگن علی نتونست امونت داری کنه، ما یه عمر تو این محل با آبروداری زندگی کردیم، تو نمیری یکی تو حالا نگفته خونواده علی پاش کج گشته، اما وقتی ببینن آبجی علی دیر میاد خونه چی میگن؟ در دروازه میشه بست اما دهن مردمو نمیشه. تو دیره دیگه قربونت هم، تو به من بگو دیر چیه نوکرت هم، خلاصه یه کاری نکن گزک دست مردم بدی، مردم تو نمیدونی، من میفهمم مردم چیا میگن، تند بری میگن اقور بخیر، یواش بری میگن خدا بد نده، به آسمون نگاه کنی میگن یه روز سر به هواست، پایین نگاه کنی میگن چیزی گم کرده، آخه این مردم راست راستی عقلشون به چششونه، میدونی دختر جون من چه فرمی بکنم اصلا، لا 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 خودت دیگه باید به فکر باشی، به من دیگه مربوط نیست، من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواهد سکنم پند دیگه خواه نگی، فوات هم از سر پر. خیال کن خونه خودت بشین تا من پدر مادرمو خبر کنم، این پروانه است. سلام آقا. بفرمایید بشینید. مادر، این پروانه. سلام. مادرم. سلام. خاله جونم. سوت و کور نباشی، بگیم بخندیم، تا من دارم یه چیزی بیارم شما بیشتر با هم دیگه آشنا میشیم، نمردیم و عروست هم دیدیم، واه 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 پناه بر خدا، عجب دور و زمونه شده، چه حرفا، حالا دیگه زن ها میان خواستگاری پسر ها، مادر 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 بس دیگه، مادر مادر نکن، من از چی شانس داشتم که از پسر ها عروس داشته باشم، دختره معلوم نیست باباش کیه، ننش کیه، شب کجا میخوابه، اومده میگه میخوام عروس شما بشم، یه کاره، خب دیگه خواهر همینان که دنبال پسر
برای مردم را میافتن دیگه. آره. از خیال کرده کیو با خودش میاره؟ دختر امیر تومانو همین گدا گشنهان دیگه. اصلا کی به تو اجازه داد؟ ما چه جرأتی اومدی تو این محل؟ آبرو حیثیت داری مثل تو از زیر بچه عمل نیومدی. خودشو ریخته شما دخترهای ولگرد ببره که باعث سیاه‌بختی جوونای مردم بشه. اصلا برای شما اینجا خجالت هم بی‌حیا. اصلا خجالت دارید وقتی یه برگشتی سر و کاغم حالا دیگه باز خاطر دختر مردم سر من داد میزنی؟ خجالت داره دست این دختر ولگرد خیابونی رو گرفته آورده رو قالای نازنین من رو مبلای والا اون داره. ایوه خدا مرکم بده تماشا کن چه سوزمونی های پیدا میشن. نه چرمیم نه چونه هر روز من تو خونه. اگه خانم اجازه میدن ما از خونه بره بیرون ایشون داریم زیارن بسه پنابر خدا اتمن. قناری رو واگوشته. مگه چی شده؟ قناری فرار کرده. وای بمیرم الهی. تو خدا نکنه دشمنت بمیره فردای سره. آخی حیبونه بی خیالش باش. میگن چیزی که شود پاره وصله ور نمیداره. این حیبون چند رو بود که پر پر میزد همون بهتر شد که رفت. پروانه نیومده؟ نه مادر جون نمیدونم چرا دیر کرده. نه جون تو که این شهر شلوغ خوب میشناسی. میدونی که هر خیابونش باید با صد تا بسم الله و قل هو الله گذشت. آخه چرا گذاشتی تنه بره؟ اون 3 ساله داره این راهو میره خیاطی یاد میگیره همش هم از همین راه رفته. لابو درسش طول کشیده الان دیگه پیداش میشه. اومدم. اومدم بابا. بله بفرمایی. نوکره تماره؟ چی؟ چی شده؟ خب کی پای تلفنه؟ آقا میدونم. آها آها خیلی خب گوش کن آقا دایی همونجا تکون نخور تا من این غرقی بیام اونجا فهمیدی؟ من نمیدونم مثل اینکه دستی دست خودشو پرت کرد جلو ماشین. حالا کجا؟ دارم آینش میکنم. اینا آوردنش. ای داده بیداد طفلک معصوم. من رفته بودم خونک و سلاخ صابونو واریز کنم داشتم بر میگشتم که دیدم این اتفاق افتاد. ببینم نفهمیدی که این وقت شب از کجا داشت میومد خونه؟ نه دایی جون یهو دوید جلو ماشین. تو زودتر برو خونه اخماتو واکنم برو. باشه پس تو مواظبش باش دایی. خیلی خوب. نه الان سکته نکرده باشه خوبه. بهش بگو چیز مهمی نی هرچوری واردی سرش گرم کن. باشه دایی از پروانه مواظبت بکن یارد از اینجا راحت باشه. خب خدا نگهدار. دست علی بهم
نهاش. برو تو. سلام علیکم. سلام مادر. چطوره؟ جایش نشکسته. خدا رو شکر خون روزی مورزی هم نکرده. خب الحمدلله. خدایا اینا هیچ شکر. چیه؟ مگه نگفتی دکتر گفته عیبی نکرده؟ میبینی که سعی سالمه. پس چرا حرف نمیزنی؟ چه میدونم با تا 0-8 پیدا کردی هی آدرس میپرسی؟ آخه تو دیشب مریض خونه بودی لابد یه چیزایی شنفتی؟ والا اینطور که باید دکتر شنفتم میگن شک بشه وارد شک؟ شک به حق چیزایی نشنفته؟ سلام علیکم دکترم. سلام آقای دکتر. آقایون بفرمایید بیرون. باید مریض رو معاینه کنم. بفرمایید. نوآره باش بیرون. چی بهتون گفتم؟ من به خره گفتم سردی شما هم بگید سردی تو نمیدی اومد چرا ممچه که اول ول کردی یک چک گوشش حالا معلق نخوره که معلق بخوره خلاصه کلمه به چک کنم افتاد داشتی؟ کدوم داشتش؟ هر کدومشو تو نمیره میومدن چرا میدونستن که ما گیت نرم داشتگرینشو اونش هم میزنیم جونه تو آره چایی بیا بابا چایی علی آقا نمیدونم امروز چشم چه میدونم گمونم اوقاتش تر گمونم عاشق شد خیلی خوب بچه باری به کارید برش بچه خیلی خوب بیا بسا این قلیونو بابا بعد اومده این؟ آره جایی خدا را شکر سوار شد آشننه اون تفلی الان چند روزه هیچ حرف نزنه شاید غیر از تصادف این ناراحتی دیگه ای واسش پیش اومده خب تفلکی شایدم از اینکه اینجا زندگی میکنه انقدر ناراحته کسی چی میدونه اما مادر اون که اینجا چیزی کم و کس نره مثل خونه خوشه کسی که بهش نمیگه سیاه وردا سفید و بذار والا میدونم مادر اما خونه زندگی خود آدم چیز دیگه است و
آدم هر جا که باشه و هر چی هم بهش خوش بگذره باز یاده که سوکار و خونه زندگی خودش میفته و دلش میگیره. چطوره ببرنش پابوس حضرت رضا؟ شاید خطش چرخید و شیر نشد. از کجا میدونی؟ شاید این گریه کردن ناراحتش هم امام رضا شفا داد. آخ قربون دهنت برم مادر، خوب گفتی. حضرت قربونش برم، هر حکیمی حکیم تره. آره قربون بزرگوارش برم، همین فردا بلیت قطار رو میگیرم و راهی تو میکنم. باشه، اما اگه قطار خوشت نمیاد با طیاره بفرستم. نه برمیگردم. امیدوارم زامن آهو خودش پیش خدا باعث بانی به شما نسخه سلامتی دختره بشه. یه معامله متضرر داره، چرب و نرم بسد جور کردم. میخوام امشب قدمت بذاری رو گوشی تخم چشم رابینای حاجی تو بیای کافه رندو. میدونی که من هر کافه مافه نیستم. میدونم علی آقا جون، همون طرف با تو دشین جز آخه. خیلی خوب میام، بگرد تو بگرد. بگرد بسد دبیت نرسلم امشبمون جور شد. بابا البته امیدوار ناامیدم که هر هفت نفرمون از زیارت هم ملحوظ و مستشکر باشه. ببینم منظورت محظوظ و متشکره. خدا خفت کنه که آخرش حرف زدنه یاد نگرفت. من چه از گرفتم؟ میخواست یه خوهر همشین ازادتم. اینم یاد الله گفتی هر هفت نفرمون. آره نا کردم آخه سر هستم اونجا نزول اجلاس زیاد فرمودم. چرا انقدر بول میزنید آشنانه؟ چیزی نیست، فقط تو نمیره اینو مثل این که افتاده باشم تو چاه، هیچ جاره نمیبینم بکش کنم. یه دیر پایی بیار باز بچه اینقدر مورد خیلی نکن دیر. من معذورم واسه من نزیاد. چطور؟ اصلا نمیخورین؟ نه از وقتی مشرف شده لب به مشروب نزدی. بابا بنازم بباردم خوشا به ساده سلامتی خودت بباردم. بوش برو به بازار آقا بگو آدم نشب به کسی قول میده نظیر چیزی رو امسا میکنه. حواستو جمع کن رفاقا نمکگیرت نکنم. منشی مینم. خیلی خوب آقا چیه؟ آقا جعباز سلام رسوندن و گفتن آدم شب نه به کسی قول میده نظیر چیزی رو امضا میکنه. حواست جمع باشه رفقا نمجگیرت نکنه. منظورت چیه پسر؟ چف کوچکو بسته دانه بارت آسنا خود نامار میشه بچه مار نارکی برم کمکه؟ پیغومت رسید قاسم هم جلوت زانو زده و از گرد داره روداش و سوه دوش بازی نکنه. من خودت جور بازه نداره که پاش سینت رو سپر کنی و بیا جلو حرفت بزنی. من زبونه تو پرد شدن که قاصد میفرستی. اینجا سکوت کردن اسم آدم لکه‌دار میکنه. من تو دل تو سینت نی، من جیگر تو همراهت نیاوردی. آدم حرفی رو که میزنه روش وامیسه، میگه الا و للا این حرف رو من زدم. اما تو معلومه دهنت بالا خودت نی، بقیه یه پر خوابه میشه از توش که بیکار نمونه. برو حاک دور برای جمعه باشه تا یه روزی حسابمونو با هم صاف و صوف کنی. برو جونه من منتظر یه همچین روزی هستم، ولی تو دعا کن روز نیا. تو مشغول باش همشیره. خودتو کسی ما فرق میم کارخونه که روز باشه و بهترم ببینیمش. ایشاله سکه ما اونجا میکوبیم. الی ایشاله داشتانی حسا کن برای که باید هر خورمه باید. اینجا دستان
فرمان امیدوارم تک تکتون دو به دو از این معامله به بدترین نفس در صحیحت مزره رو سودمند بشین. اینجا قسمت پرسه چند کلو برز میبونه؟ اینجا هم قسمت آفره. اونجا هم ورودیشه که در میشه تو آبکاری و سر میون میکنه. ادامه بده آقا یادم. و اینجا هم قسمت لکه‌گیری و این چیزاست. بفهم اینجا هم تراس حالشه که بالکون میخوره رو پشتمون. یه مش چایی میرزی انشالله با هم بدخوره کفترچایی برداشت میکنه. یا الله فرمان بفرمید. قربون شما. بفرمید. متشکرم. قربون شما. یا الله. بفرمید. یا الله. بشین. بفرمید. آقا جات خوبه. این کارخونه‌ت هم نو میکنه. چرا میخوای بفروشیش؟ از بس این پسر خرج رو دستم میذاره. تا قبل از اینکه اون بیاد یه شای این کارخونه خرج نداشت. اما از وقتی که اون اومده گفتم پسر جون درس تموم شده اینجا رو بچرخون. چپ میرم باید خرج پرس بدم. راست میرم باید یدکی بخرم. دیگه جونم به لبم رسیده. والا این کارخونه خوبه. هنوزم خیلی از عمرش مونده. اما مال قبل از جنگ اوله. اگه بهش نرسی یه مرتبه میخوابه و از کار میفته. اما اگه بهش رسیدگی بشه تا چند سال دیگه کار میکنه. والا ما حیف هم میاد بفروشیش. نه فروش. علی آقا خوخش چون هر جریان بشه. ما بر راید که نمیگم خیرش شهر کن بنده بره گرمونه بر. والا من چی بکنم؟ من باز هم صلاح نمیدونم که بفروشیش. نه فروشیش حیف. آقا باقر خب من حرفی ندارم. حالا که شما میخوایی میخرمش. اما به یه شرط واقعی خواهم. چه شرطی؟ شرطش اینه که فریدون خان آزاده شما بالا سر کارخونه واسه و سرپرستی بکنه. واسه که ما این رقم کارا سرشه نداریم. آخ پسرم به نظر آدم ها راسوریسی میاد ماشالله. بفرما، شنیدی علی آقا چی فرمودن؟ حالا دیگه مرگ میخوای برو خودتو دار بزن. خیلی خوب باشه. پیش شما میمونم. بهتون قول میدم که استفاده ببرین. اما این کارو فقط به خاطر جوانمردی شخص شما میکنم. ایوال جوون. خب معاملات ما تو دفترخونه آسل لطفالای قنداری سر کوچه جردار همون نبش کوچه انجام میشه. بری ساعت من از شبینی ویسن اصرا ما میان پول راحت میکنیم معامله رو ختمش میکنیم. یا خب برنش زحمت کم کنیم. خب الحمدلله که به هم خورد. مبارک هم خورد. تموم شد معامله. خب انشالله که مبارک باشه. قربون شما. آقا صدام احمد زیاد. قربان شما. ما رفتیم. من اختیار دارتون هم. دلالی ما رو رد کن بیاد. با فضا ما نشت دشت بکنیم اون وقت تو بگو رد دادو. صحبت آلاتشو نکن که هیچ خوشم نمیاد. زود باش رد کن دلالی رو و الا معامله رو به هم میزنم. معرفت تو تشکر آلاتی معبول بشم. تو با سوو چیکار کردی مگه؟ بابا تو فقط به ما خبر دیدی علی آقا رو میشه تو استانسیه ایستگاه راهن دید به زیارتش نائل شد. همین علیه سلام. چه سلامی؟ دم شما ببینید جون من خودت نمیدی پس بزن بیر Thank you.
پروانه حالش خوب شده؟ آره مادر، بالاخره نمردیم و یه روز رنگ قشنگ لبخند رو لبای پروانه دیدیم و گل از گلمون شکفت. بعد خودش به من گفت حالم خوب خوب شده مادر جون، دیگه بیا بریم تر. خب الحمدلله امروزه شفاش داد. تو نبینی من خیلی دل ناجرم بودم، همش پیش خودم میگفتم نکنه تو رو که الحمدلله خوب شد. ببینم آبچی، نامه منو که داده بودم بهت انداختی تو زرین؟ ایوا، مثل که نامه‌شو دادم به تو نه؟ بله، شما دادینش به من، منم انداختمش تو زرین همون روزی که برای کفتر رو دون خریدیم. آها، حالا یادم اومد، راست میگه. کسی که نخونده؟ نه، چطور مگه؟ هیچی، خصوصی بود، صحبت مردونه بود. نمیخوای بگی چی توش نوشته بودی آخ داداش؟ والا چیز مهمی نبود، راجب قد و قوارم بود. از امامرضا یه خود قد برای خودم خواسته بودم. قد خواسته بوده؟ نه بیلوی داشتنه. ای تو داشتنه رو ما نشتیم، معلوم نبود صورت حساب خنده ها با کدوم علاقی بود. ننه داشت این چند مدت خیلی هوای ما رو داشت، نداشت تنه. برو کنم بذار ما برونیم. داشتنه تو مادر اینا رو ببر خونه، من یه کار لازمی دارم میرم انجام میدم و برمیگردم. باشه، زود بیای مادر، خیلی وقت ندیدمت، میخوام خوب ببینمت. باشه، خداحافظ. خداحافظ مادر جون. خداحافظ. منم داییت هم یادت نره. سکری نظر ما رو براوردی و دل مرده ای رو دوباره زنده کردی، خونه تاریک ما رو دوباره روشن کردی، ما که تا قیوم قیومت دروست قلونتی. تو کجایی؟ کجایی خدایا؟ الحمدلله همه جا که هستی. میشنفی چی میگم؟ اوسکری وقت ناسلامتی ما بندتیم، چپ و راست خودمونم به قدرت پروردگاریت میشنسیم، واسه برکت و کرمت ما هم باز بنده شوق گذارت باشیم. یعنی خلاصش رو راست بگم، ما هم دلمون میخواد که امتحانک از ما بکنی. نه جون علی راست میگم، میخوام به ثابت کنم که چقدر نوکرتم. خلاصه تا اومد جلو یک هفتگرگه کارشو کردم، بعدم یکی دیگه. اون وقت لنگش کردم و گفتم مگه تو دل تو سینت نیست جبار؟ مگه جیگرت با خودت نیاوردی؟ آدم حرفی رو که میزنه باید روش بالانس بزنه. میگه الو للو، من گفتم اما تو معلومه حرفای ست تا یه غاز میزنی، دهنت مال خودت نیست. کجایی؟ اینجاییم دایی جون، قربونه یکرت برم بیا تو. یا الله این دیگه چیه؟ هدیه خداونده. وای خدا، سر را برداشتی؟ نه با فرشته ها انداختن تو بغلم. بدونش به من، من رفته بودم سقف خونه شمع روشن کنم، خدا خواستم یه امتحانه کمم ها بکنه. سرمه که برگردوندیم این بچه رو گوشتن سر دایی ما. بچه داری بیشتر سرشته دارم، بدش به من. نه تو رو خدا. یه تو رو خدا چی بده به من؟ ولی آخه این بچه شیر میخواد، سرپستونک میخواد، مشما میخواد، چی کارش کنی؟ الان من میرم همه چی براش میخرم. نه صبر کن، تو بهتره اینجا باشی داشتنه، من خودم میرم از دوخونه سر خیامون میخرم. خوشو علی جون، پس سر راه به کلانتری یه خبری بده. باشی. بچه که از سر راه برمیدارم باید به کلانتری خبر بده. تو چه کاری نره؟ رئیس کلانتری محل با ما آشناست، بعدا میریم بهش سلام میدیم. خب آبچی تو برو یه خود آب گرم کن. نازی چقدرم تو پل پپله. بدش به من، تو هم برو فکر گنداغ بچه باش. خیلی خوب، مواظبش باشی. وف 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 کوکری کوکری کوکری. پروانه بیا بابا، این تو جاش بارون اومده. سلام. سلام علیکم.
سلام دکتر. سلام علی آقا. خب والدم که تشریف آوردن. چشم شما روشن. قربون شما عزتتون زیاد. دکتر جون قربونت برم. یه شیشه شیر واسه بچه، یه صحن پستونک و یه قوطی شیر خوش برقی واسه ما جور کن. زود باش که داره دیر میشه. چه نوشو بدم؟ یه نوع مقوی شو. سلام شوخی میکنم علی آقا، شما که خیلی وقت را افتادین، چطور هنوز از شیر نگرفتنتون؟ بابا چی میگی؟ واسه بچه هم میخوام. اما زود باش دکتر جون، چون الان بچه هم گشنگی پنج انگشتشو تلیت میکنه میخوره. بجو آخه شما که بچه نداشتین. بله نداشتم. خب دیگه کار او سکریمه چیکارش میشه کرد؟ چرا واسه بدم؟ 20 تومن. 20 تومن. دست شما در نکنه. ببخشی از حوض زحمت شدم. خدا حافظ. خواهش میکنم. مرحمت بیم. از تو پشت بود خونه ما میشه تو خونه شونا دیرخص میگی. ما ویلا. علی آقا عروسی نکرده بچه دار شدی. ببینم. یعنی میگی دختره رو عقدش نکردی؟ اگه عقدش میکرد یه پنهون نمیکرد. اینم از علی آقا. عجب دور زمونه شدی. پس اون مشهد فرستادن دختری بی حکمت نبود، کار خودش. خودشون در آورده. علی مرده. علی محال از اینجور کارا بکنه. اینجور کارا مال بعضی از آدم هاست که بابا اونه نشونه نمیشناسن. این حرفای چرت و پرت رو باور نکنی هایو. چه نفهمیدم. حالا دیگه همه مردم چرت و پرت تحت اینا، تو یکی دور و جواهر تحت اینا مردنی. با این حرفا چی رو میخوای ثابت کنی آقا جبا؟ میخوام ثابت کنم اونجورام که تو میگی نیست. داشاله دست گل به آب داده. دسته گلش هم مردم تو بغل اون دختره بدبخت چشم و گوش بسته دیدن. دروغه. ناکس. فقط دو کلمه بگو علی زناکاره. بگو علی نمک رو میخورم و نمک جون رو میشکونه. خیال نکن همه مردم دروغ میکن و تو یکی راست میکی. بگو و الا دکون تو به هم میرسم. علی زناکاره. ده بگو. بگو علی زناکاره. نه. چی کارش داره پیره مردا؟ پشت به اینچه بینم پیره من یا نتاتیکو به اینچه بینم باست ما تکون بخور ولش کن آقا جبار خدا رو خوش نمیاد پیره مرد تو باره کنار بزن آقای تازه بیا خور رو برنش ببینم یا نتاکون بخور پشت به اینچه وایستا بادو اینجا حالا شدی آدم حسابی یه پاتو بیار بالا نیکم یه پاتو بیار بالا
بالا. معرفت شکن. خب حالا دستاتم ببر بالا. حالا با صدای بلند بگو علی زناکاره. ولی اینقدر همی ریختی اینجا وای میسونمت تا عین اون متسگ سر جانیز خوش بشی. نه نه، علی زناکار نیست، علی مرده. خواهشا بگو علی زناکاره. بگو علی نامرده. اون مرده. بگو علی نمک به حلوم. اون نمک به حلوم نیست. بس تو میگم بگو علی زناکاره. بایلا نمیذارم غروب آفتاب و زیارت کنه پیر من. نه میزبان بغر، میزبان بغر، چه نشستی رو چارپاره که قهوه خونه صحرای دشت محصد شد؟ چه شد؟ بار مشکریمو گرفته زیر کتک که بگه علی آقا زناکاره. وایسا اومدم، وایسا اومدم. اون سر بخوام رید برم با تو گرمون اون قدرت بشم، خواهی تو یه تکونه بده برم. وای رم بخونم بشید. حرف بزن پیر من، اینقدر سماشت نکن. بگو تارمونه تو خورد نکردم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. لا پیر مرد مردنی بگو و خود راحت کن. بگو علی زناکاره. عشقا بچه ها، طرف روش هم میشه بیا تو قهوخونه مهن. واس چی نواس بیا، واس چی؟ حکایت یارو کپکست که سرشی کرده بود لای برفا، داشتنی تو لاک خودشه، خیال میکنه هیچ که اونو نمیبینه. نه نوکرتم، تو امانت مردم بهش خیانت کردی، تو یه دختر بیپناه. مهنم کنی وایس تو ببینم. حیفون زندگی که همش نقش سراب بود، پوچ خالی بود، اصلا هیچی نبود، هیچی. بریم دایی جون، بی خود خونه تو کتیش نبود. مرم بود، دست به دلم نزار. حیفه خون که ما بنده هاش هستی. دایی جون من خیلی نکن، بی بریم. Thank you.
خواهش میکنم از خیران من بریم کنار. گلاب جی امشب مهمون ما باش دیگه. نمیداریم برسه برسه چه دار؟ برم کن برم کن چرا موزم زن مردم میشه باید شما خوار مادر نهاری؟ آقا را خیال کرده همه زنه باید با اون باشن رد چه باید باید بیا بونه تو عرب سره با کردی آقا یا نه یکی دلم رو دست چپه کاشتی می کاشتی آره بودا آقا بگم 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 کاری نشده ببینم از دوشی شده که بولی کاری کرد شیز مهمه بگم 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 نه رد نشد کاری نیست ساکت شیز اینه با بیا تو دایی جو یه خورو میذارم بلایی دایی بمیره برای چه بلایی سرش آقا زود باش برو دکتر خبر کن میترسم خدای نکرده کار دستش نه دکتر نمیخواد چی رو دکتر نمیخواد سر تا سر بازو جر خورده یه دوا گلی چیزی بیارم بزنی روش خوب میشه آره بابا زود باشین اون دوا گلی رو برده بیار کار مینم همی الان خدا نمیخواد ببندیش باید زخمشو ببندی بده من بگی بینم آبجی بده شما زود باش دستتو بده من علی جون این چیز اینی جوش میخوره این زخ خوب میشه مادر زخ و زبون مردمه که مرهم نهره واس کن دیگه داشت ننه بچه ننه گیر بردی تو هم من داییتم یه دور دیگه یه دور دیگه خوبه شال ببنده محکم بستش که با تو محکم بستش داره تیر میکشه بدش به من بچه رو نه تو کی هستی آبجی؟ امشب در خونه ما چیکار میکردی؟ من هیچ کسی ندارم شوهرم زندونه داشتم در خونه ها رو میزدم که شاید یک کلفتی چیزی بخوام من شیر دارم تازه از بیمارستان اومدم بچم سر زامورد میتونم بچتون شیر بدم اینو بنده دوش ما بیا مادر جان بیمی چی میگم یه جا بهش بده همینجا بمونه خیلی چون جایی رو نهره باشه بازم از اون بهش بینی تا بعدا سر و از چه سر سامون خیلی خوب خیالت راحت باشه من خودم ازت نگهداری میکنم شوهرت هم از زندون در میارم راحت باشه همینجا بمون اینجا خونه خودته اجالت نکش همینجا بمون سلام یه ها ملک بره دوکان از این طرف ها علی اقالش چطوره؟ از من میپرسی؟ خودت برو به دیدن نکنه تو هم میترسی یاره؟ نه نه روم نمیشه رو نشدن نداره از همینجا که میری وارد کوچیکی شدی در قلم که رفتی دست راست در اول خب خیلی ازت متشکرم برو چی نه ببخشید علی آقا تشریف دارن؟ بله بفرمایید از این طرف ها متشکرم کیه؟ علی آقا رو میخواد کجا بودی؟ کجا گم شده بودی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو کجا بودی؟ اینجا رو از کجا پیدا کردم؟ من مدیر کارخونه علی آقا اون کارخونه رو از پدر من خریده پس این همه مدت پس
تو همه چیزو میدونی؟ همه رو نه، میکردم دختری که این همه حرف دربارش زده میشه تو باشی. تو همین حرف رو باور میکنی؟ ای کاش باور نمیکردم. اون وقت میتونستم حالا که پیدا کردم از رفتار خانوادم نسبت به تو معذرت بخوام. باعث همه این بدبختی خانواده تو شد. اون شب که مادر خالتون تو رو منو خوار و خفیف کردن، من اونقدر ناامید شدم که خواستم خودمو بکشم. من هیچ وقت نتونستم تو رو فراموش کنم. منم خیلی سعی کردم فراموشت کنم. چرا اومدی اینجا آخه؟ چرا؟ من اومدم احوال پرسی علی آقا. ای کاش هیچ وقت نمیدونم. تازه زندگیم داشت آروم و بزرگ سبانش. اما من نمیدونستم تو پیش علی آقا زندگی میکنی. برو برو، تو رو خدا برو. تو همیشه تو ذهن من همون دختر پاک و معصوم بودی، نه اینی که حالا میبینی. تو با من دست نهیده که با هم باشین. چرا؟ اما حرف مرد یکیه دیگه، اما توش نره. ولی آخه اما بینم اگه این اما و ولی و آخه تو کار باشه، نمیتونی با صاحب جیر من شوهر خوبی باشی. بلره که گفتی دیگه، اما و ولی به درد زندگی نمیخوره. تو روزی که زنده ای باس باش باش یا پاش وایسی. به ولای علی اگه بفهم آب جیم اذیت میکنی، کاری میکنم که تو سنگ با ناخونت آب در بیاری. ببینم مای تو نمیدونستی پروانه تو خونه ما زندگی میکنه. چرا؟ میدونستم یه دختر تو خونه شما هست، تمام اهل محل میدونن، اما من نمیدونستم اون دختر پروانه. اما اون بچه، اون بچه که مردم میگن مردم بکن، اون بچه که مردم میگن مال مردمه. بینم مای تو مرد نیست جوون، مای تو خوره نفهمی عروست بچه دار شده یا نشده. خب حالا برو خونه، به بابات و خانم والده بگو شب بیان منزل ما، کارشون دارم. برو جونم. اگه اونا بدونن شما قیم پروانه این، با جون و دل قبول میکنن. آره برو آقا پسر، تا زودتر ترتیب کارت برم. خوش ببخشید. بفرمایید، بفرمایید، تعارف نکنی. خیلی متشکرم. قابلی نداره، دهن تو شما درد نکنه. شما بفرمایید. علی آقا، اگه من میدونستیم شما سرپرست پروانه جون هستین، زودتر دست به کار میشدیم. نه نه، تو یه چیزی بگو. والا نمیدونم چی بگم. ای بابا، والا نمیدونم چی بگم، کدوم قرمت برم. آدم حرفشو باز اول بزنه، جنگ اول بعد کن آخره. خواهشمندم گوش بدین، من حرفامو رک رک میگم. من تو دنیا همه یه دونه دارم، همه چیز من به اون بخشیدم. شد بعد من هر چی میمونه معقول غیر معقول مالونه. من خیلی خوشحالم که شما نسبت به سعادت عروس من اینقدر علاقمندین و میخواین خوشبخت بشه. انشالله. آره جونم، تمام مخارج عروسیشم خودم میدم. ای اختیار دارین، ما خودمون ترتیب کارها رو میدیم. ای بابا، تو عرفتی که پاره نکنین، من فقط میخوام این دختره سرفراز باشه. همین. اما به ولای علی آبجی، اگه یه روزی از این در بیا تو ببینم تو چشاش عشق باشه، روزگارتون رو سیاه میکنم، چون من اونو خوب میشناسم. واقعا دختر نصیب و بی‌نظیریه، با همین طوری که حد باست بمونه. همین. ایوا اختیار دارین، این حرفا چیه میزنین؟ عروسه به این خوبی رو ما رو سرمون میذاریم علی آقا. بله والا نمیدونم دیگه من چی بگم، فقط میخوام اونا سعادت من باشن و زندگی خوشی داشته باشن. کمره چراغو میفرست. سلام علیکم. علیکم سلام. مشکلیم یه چی ترکی به محصبات آقا جبار اتفلتاف کن. دور از چونه تو آید الله، ما رفته بودیم تشریح جنازه حاج محمد تقی خدا بیامرز، یه خود معطل شد.
مرد؟ آره خدا لعنت آمرزی لگارش بکنه. خب مشرم از اون چی گفت؟ بالاخره پولو میده یا نمیده؟ افتجازه بدم ما اول این چایی رو بخوریم چون میترسیم چایی ما رو بخورم. والا شما چه پنهون؟ از خلایق خودام چه پنهون؟ کار ندر الحمدلله یه خود بیخ پیده کرد. البته زحمات چه ما کشیدیم. چه تو مگه؟ چی شده؟ هر شما به حضور بیشور آقای خودم که مشرم زوم میگه تا ما تلقینات محلی رو ترتیبات نکنیم از چند نفر سوال پرسش به جا نیاریم اگروز وامی خبری نیست، یعنی اجارتن نشیت رفتو. چی؟ درباره ما تحقیقات کنه؟ یعنی ما اینقدر بی‌اعتبار شدیم که واسه 10,000 تومان قرض نزولی باز درباره ما تحقیقات بشه؟ اصلا بیشتر بابا ای والا ما رو که دیگه همه میدونن چه مرد حلاجی. حالا که حلاجی پس بده وسط حلاجی کنه. باها طرف میگه عدم امکان داره که چکات کرواتی باشه ده. یعنی وقتی میره بان یک کروات خوشگل میندازن گردنش رو استمدادش میکنن دست تره. آره عجب بچانسیه. خب حالا چاره چیه؟ من به این پول احتیاج دارم. والا به معقولات ناقص من میگه صبر کن که علی صبر مفتاح آقا فرجه. شاید تلقینات یارو خیتی رو باره آقا نکنه. مشکریم یه ترکیه دیگه به معتبات آقا جبار کارشو نکن. بیار بابا سهرمار کنم. مستشکرم حق پدرت رو گوگوری منگوری بکنه. رسی بذار یه خبر داغ سرد دست اول کنه بد بدم. داشت علی میخواد دختره رو ببنده به ناف فریدو. چی میگی؟ هیش که ندونه تو میدونی که روی مهر دلم مهر علی نقش بست. 40 سال زیر عرم پنج تنم. حالا دیگه میخوام کمکم کنی زیر دست نشم. میخوام رو پام وایستم و کسی نفهمه پام سوز شده. خدایا میخوام فقط عشق علی تو دلم باشه. خونه سهمومو داشته باش. میدونی که علی نوکرته. پسرم علی چه میکنی؟ کابله دین و ایمون من بلاخره موقعش رسید ها؟ خدایا شکرت که با آرزوم رسید. نه کابله ای واسه من نیست واسه آبجیمه. دایره میفرستم دنباله که بیا عقدشون کنی. خاک پاتم کابله ای. خداحافظ. به سلامت بسرم. امیدوارم خدا پشت و پناهت باشه. خدایا به اون صبر و استقامت ما من چه کردی قلب دنیای درد این من غمگین و خستی با پر باری شکر ماشین تو این گاراژ نذار. برش تا برو. کارت های عروسیتم برای کس کارهای خودت خوبه. Love.
به اون صبر و استقامت بده. اون بنده خوب توه، اون مرید حقه. خدایا همه این بدبختی ها واسه وجود ماست. تا من پا ما کنار نکشم این دوست جوانم خوشوقت نمیشم. نگاه کن انگار یه کافر زندگی عروسی گرفته، هیچی نیومده. من میرم تو مواظب کارا باش. ولی این درستش نیست دایی جون، نیومدم به جهنم. تو خودت این مجلس را انداختی، خودت هم باست آخرش باشی. نه دایی بذار من پا ما بکشم کنار، تا سایه من رو زندگی این دوتاست خوشوقت نمیشم. ما رفتیم دایی، تو موازه به کار آقا تو آقا چه میخواه؟ بلن کن برم ببینم چی کار میخواد بکنی، باید جلوشو بگیرم. چای یارو ببر بده اون میجه بقید جود برم. بله خواه بفنه آقا چای قهر بده بده برم. بله خواه یه قلیون هم بده. ببینم اینجا علی داریم؟ کدوم علی؟ همون که میگن همه کاره محله. همه کاره بود اما حالا دیگه نیست. اکسیونی به ما مربوط نیست. خوش کجاست کارش دارم. چی کارش داری؟ بدهی منو داده از حس درم آورده. شنیدم از سنم هم نگهداری میکنه. خواستم بپرسم چرا؟ باشی این همه خوبی ها رو در حق من میکنه. من چیز خنده داری گفتم که هر هرت رفت هوا. باز ببخشین هم، اما آخه میدونی داشتم علی روزا حرف سرا وا کرده، از همه جورشو داره، کوچیک بزرگ، دختر بیپناهی که بچه دارش کرده، زن شوهرداری که شوهرش تو زندگی باش. آرون چونم اگه خیلی غیرتی هستی چرا نمیری خودت از یارو بپرسی؟ علی رو میگم، خونش دو تا کوچه اون طرف داره، برو سراغش. الان میرم خونش رو سرش خراب میکنم. بچه ها کارا درست شد، خوشی بریم تماشا. امشب شب قتل علی آغاز. یای و این محل و این دیار کوچ میکنم مثل کولیا. مثل کولیا. ببین مادر جون، اینجا خونه ی توه، این دیوارا، این اتاقا، این زندگی. بلم کن مادر، هیچی تو این دنیای بزرگ مالی هیشکینی، همه چی موقتی و امونتیه. همه چی حتی اسم و رسمی که آدم یه اون وسش زحمت کشیده، کاراشو خشت به خشت تو کوره مخش پخته که کدوم ثواب داره و کدوم حرومه. اما مردم چی میگن؟ میگن همه حرفای ما راست بود و یارو گذاشت و فرار کرد. کدوم مردم مادر؟ همون مردمی که تا دیروز تا زانو خم میشدن و جلو پام تعظیم میکردن؟ اما حالا جلو پام توف میندازن؟ نه نه، اینا هیچی نیستن. این دنیا مثل لنگ همون میمونه، هر دقیقه به کمر یکی بسته است. مادر من نمیخواستم سر تو داد بزنم و زدم. نه نه نوکرتم، فداشم. چرا مجبورم میکنی سر تو داد بزنم؟ تو که نمیدونی من دست این مردم چیا میکشم. زندگی آسوده ای ما رو همین مردم خرابش کردن. افرون زحمت هایی که کشیدم، سینم رو واسه تک تکشون سپر کردم. یه عمر زحمت کشیدم که اونا راحت زندگی کنن، اینم نتیجهش. همه میگن من گردن کلفتم، اما واسه این گردن کلف بودم که کسی نتونه به یه ضعیف زور بگه. واسه همین دلم میسوزه. بزن بفرمایی که یه بچه هر اون دانشه حیات نگاه کنیم بچه که هست یا نه چی؟ نازی نازی بابا
حرام زده پدرت این بچه برای منو با این بچه بی پول خرجی دل کردی افتاده زندون. هر جه رفتم با این بچه کار بهم ندادن، رام ندادن. تو آقا عبدالله مگه نگفتی تو با این بچه به کار که نمیرسی هیچی دست و بالت هم میبنده؟ تو حسن آقا مگه اون شب بارونی نگفتی بچه تو ببر پرورشگاه بذارم بعدش خودت بیا کار کن؟ آقا حاجی مگه تو نبودی که وقتی من کار خواستم از من توقع نامشروع داشتی؟ چرا حرفی میزنی؟ ناچار شدم مثل سایه علی آقا رو تعقیب کنم تا وقتی که دم سقا خونه داشت دعا میکرد. بچه رو سر راهش گذاشتم و این بدنامی و رسوایی رو براش به بار آوردم. روچیاشو خجالت بکش. خدایا شکر به درگاهت که حق و باطل نکردی پروردگارا. نگاه کنه بچه ها مستن که علی آقا میخواد این محل بره. خب برا کجا علی آقا؟ این خواهم برم تو ده زندگی کنم. قاطی جاتی ها اونایی که قلب و زبونشون با هم یکیه، اونایی که یه آن با آدم تعظیم نمی کنن و یه آن جلو پاش توف کنن، اونایی که تو خونه های گلی زندگی میکنن اما حجره های دلشون پاک و طلاییه. حالا دیگه بریم بریم یک کلاغ چه کلاغتون رو جای دیگه بکنی. بریم پکارتون. برو مشکری نوکرت هم تو یکی ور اونایی فدایی جا. خب بیا داشم تو هم دست زن و بچه تو بگیر و برو زندگی کن. اگرم کار خواستی فردا برو کارخونه فریدون بهت کار میده. آره جون خدا عوضت بده علی آقا. تا عمر دارم نوکرت هم بریم زایف خدا حق نگه داره دست خدا به همراهتون. خب ای بابا کجایی استاده دارم دنبال این کردم قیبت حضوری داره کجا بودی آخه؟ چطور مگه؟ ای بابا مشنم از وزر شده پولو بده. پولو؟ آره دیگه رفته تلقینات محلی رو ترتیبات جاتو شده ده آزر شده پولو نقدم فل مجالت بده. من چی تحقیق کردن؟ که از علی آقا بهش گفته حساب داشت جبار با قلبش سوا کرد. یعنی هرچی تو قلب شیل پیلت حسابش خورده شیشه نداره. یعنی درسته، یعنی خاک راسته و حل درسته. ده بودی؟ باید از اینجا بری. ما هممون شرم ناز کردیم تو از این محل نری.
از این محل بری باید از رو جنازه من رد شی. علی تو خیلی مردی، خیلی. تو حیفی که از این محل بری. جلو ساقا خونه قسم بخور که میمونی. کرمه تو شکر. اینجا چرا انقضی سوت و کوره؟ آم چی؟ خوشی واسد به هم بسر میره برد هم چی شد؟ من جا تنه یک کاره درست شد معلوم شد بود باره چی؟ من جا تو شد ولی من خود جلیلش با برد برو اصلا نمایفو آی بسیدی بفرمی آم بفرمی بفرمی نوکرت هم او سکره